هموطنان عزیزم، به مناسبت تصادف با روز سیوم تیر بیادبود شهیدانی آن خود را در راه استقلال و عظمت کشور فدا کرده اند، مراسمی برپا خواهید کرد که هم مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم کنید و هم به دین وسیله ایمان و علاقه باطنی خیش را به ادامه مبارزه که این را مردان فداکار در راه اون شربت شهادت نوشیده اند ابراز و اظهار نمایید. روز سیوم تیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پای ننشستند. در این روز تاریخی عده‌ای از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند و با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارور و سایه گستر شود و ملت ایران از نهمت عمد آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد. حادثه سیوم تیر بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گذاخت. وزر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد و مرک تجربه بود که افراد بی اراده و سوست انصر و همچنین خیانتکاران به مساله ملی و دست نشاندگان سیاست اجنبی از اون آلوده و رسوا بیرون آمدند. پس اگر در این حادثه عده‌ای از عزیزترین فرزندان ما به درجه شهادت رسیدند، برای وصول به هدف مقدسی بود که این قیام ملی در پیش داشت. هموطنان عزیز، نهضت مقدس سیوم تیر نشان داد که ملت ایران در مبارزه با اجانب به پایداری و استقامت مصمم است و ثابت کرد که این ملت اونجا که پای شرافت و استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده به ننگ و رسوایی ترجیح می دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد. اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد، به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی، تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت‌ها و فداکاری هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت ها و مصائب توأم و همراه بوده است و در همه این موارد ملت ما موانع و مشکلات را با بردباری و شکیبایی تحمل و تلقی کرده و سرانجام از اون پیروز و سربلند بیرون آمده است. جای تأسف نیست که جمعیت برادران و فرزندان گرامی ما در واقعه سیوم تیر
جان خود را در عزت سعادت و عظمت ملت ایران فدا کردند و با این فداکاری سرمایه افتقار جاوید برای خود و خاندان خیش اندوختند. جای تأسف موقعی خواهد بود که خدای ناخواسته ملت نتواند از این فداکاری های بی دریغ فرزندان خود نتیجه‌ای که لازم است به دست آورد و از این خونهای مقدس که ریخته شده بهره‌ای که شایسته است نتواند تأثیر کند. اونم یقین دارم که با حسن تشخیص به موقع شناسی ملت ایران هرگز پیش نیاید و آرزوی ما در حفظ استقلال و تجدید دوران مجد عظمت دیرین این کشور باستانی هرچه زودتر تحقق پیدا کند.